بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزارت ارتباطات از ارائه خدمات اینترنت رایگان به زائران آشورایی در شهر مقدس کربلا خبر داد. دکتر هیام الیاسیری، وزیر ارتباطات عراق، دستوراتی مبنی بر لزوم ارائه بهترین خدمات ارتباطی و اینترنت رایگان به زائرین امام حسین علیه السلام در ماه محرم الحرام صادر کرد. علی یاسین، مدیر کل شرکت ارتباطات و انفورماتیک، از گسترش اینترنت رایگان در بین الحرمین شریفین برای زائرین امام حسین علیه السلام و حرم مطهر امام علی علیه السلام و حرمین کاظمین علیهما السلام خبر داد. آستان مقدس علوی با 3000 دوربین امنیت زائران را در دو ماه محرم و صفر تأمین می کند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از السومری نیوز، آستان مقدس علوی در بیانیه اعلام کرد تولیت آستان مقدس علوی برای تأمین امنیت عزاداران، زائران و مماکب حسینی در دو ماه محرم و صفر اقدامات لازم را انجام می دهد. گفتنی است این مجموعه رسانه‌ای مراسم مختلف را به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و ترکی استانبولی در شبکه‌های مختلف خود پوشش می‌دهد. مسئولان مواکب و هیئت‌های حسینی در شهر نجف اشرف از مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام به خاطر تلاش‌های گسترده در راستای نشر شعائر حسینی و پوشش اخبار و مراسم و مجالس گوناگون در ایام محرم الحرام تقدیر و تشکر کردند. این پیام تقدیر و تشکر در حالی مطرح شده که مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام علاوه بر پوشش مراسم مختلف حسینی در نجف اشرف، برنامه ها و مراسم مختلف برپا شده در آستان مقدس علوی و صحن‌های مطهر و مناطق اطراف حرم را تحت پوشش قرار داده و به جهانیان مخابره کرده است. گفتنی است این مجموعه رسانه‌ای مراسم مختلف را به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و ترکی استانبولی در شبکه‌های مختلف خود پوشش می‌دهد. برخی منابع در کابل از قطعی شبکه‌های مخابراتی کابل در روز عاشورا خبر دادند. روزنامه 8 صبح نیز پیش از این گزارش داده بود طالبان محدودیت‌های شدیدتری را بر عزاداران عاشورا در هرات و برخی دیگر از ولایات اعمال کرده است. به گفته این منابع، طالبان از ابتدای شروع محرم نیز چندین مرکز توزیع نوشیدنی‌های خیریه را در امتداد جاده استاد مزاری در غرب کابل تخریب کرده است. هزاران نفر از شیعیان کشمیر تحت کنترل هند با برپای پیاده روی در گوشه و کنار این منطقه یاد سالار شهیدان را گرامی داشتند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، هزاران نفر از شیعیان کشمیر دیروز در مشایع به مناسبت ایام محرم در خیابان‌های سرینگر به عزاداری پرداختند. از زمان وقوع قیام استقلال طلبان در کشمیر در سال 1989 به مدت 34 سال تا سال 2023 راهپیمایی محرم ممنوع شده بود. Observer Post با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اینستاگرام پرده از حمله افراطیون هندو به یک مسجد در ایالت ماهاراسترای هند برداشت. در این ویدیو که خیلی سری در سایر شبکه‌های اجتماعی هم باز نشد، هندوهای افراطی اقدام به تخریب فضای داخلی و بیرونی یک مسجد می‌نمایند و قرآن و کتب اسلامی را پاره می‌نمایند. در همین ویدیو همچنین دیده می‌شود که عده‌ای از افراطیون هندو به پشت بام مسجد رفته و مناره‌های بالای مسجد را با پتک تخریب می‌نمایند. یک خودروی واژگون شده هم در محوطه بیرونی مسجد دیده می شود و مهاجمان اکثرا جوان هستند و همزمان با تخریب شادی می نمایند و با موبایل های خودشان ویدیو می گیرند.
شورای امور صابئی ها و مندائیان عراق از لغو جشن عید بزرگشان همزمان با سالروز دهم محرم الحرام و شهادت امام حسین علیه السلام خبر داد. سلیم دامن اوده رئیس این شورا در بیانیه گفت در همبستگی با سالروز دهم محرم الحرام، سالروز شهادت امام حسین علیه السلام و خاندان و طاهرینش، شورای امور صابئی ها و مندائیان تصمیم به لغو جشن‌های ویژه خود گرفتند. عوده در ادامه افزود ما تصمیم گرفتیم مراسم مذهبی خود را به مناسبت ایام شهادت امام حسین علیه السلام محدود برگزار کنیم.